وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که هدف تمامی تلاش های این کشور فشار آوردن بر طالبان است تا این گروه درک کند که از روی جنگ پیروز شدن نمیتواند. آقای تلرسن میافزاید که ممکن است ایالات متحده نیز در جنگ پیروز نشود، اما طالبان هرگز پیروز نخواهند شد. اکنون همه این تلاش های ما یک پیام را به طالبان میفرستد که ما هیچ جایی نمی رویم. ما میخواهیم در افغانستان باشیم. ما میخواهیم برای حکومت افغانستان و پشتیبانی از نیروهای امنیتی این کشور بجنگیم، و آنچه نیاز است تا انجام شود این است که طالبان نیاز دارند در یک روند مصالحه با حکومت افغانستان داخل شوند، یک راه دیگر برای فرمان روایی بر این کشور در آینده پیدا کنند. آقای تلرسن در این گفتگو با فاکس نیوز می افزاید که فرماندهان نظامی امریکا در جنگ افغانستان صلاحیت های بیشتری دریافت کردند تا تغییر قطعی را در جنگ با طالبان به میان آورند. او یعنی رئیس جمهور صلاحیت قابل توجهی به وزیر دفاع متیز داده است تا سطح نیروهای من را در افغانستان تعیین کند، و همچنان به فرماندهان من در میدان نبرد صلاحیت بیشتر داده است تا اوزارا در میدانهای نبرد بر ضد طالبان تغییر بدهند. فکر می کنم همه ما این را می پذیریم که در چند سال گذشته طالبان در حال پیشرفت هستند و نیروهای افغان در عقب زدن آنها ناتوان بودند. بنابراین یک تغییر قطعی در شیوه های نظامی در میدان نبرد به میان خواهد آمد. مبارزه که حکومت داره و ما داریم یک مبارزه وقتگیر است، بسیار طاقت فرسا است، و چون دشمن بسیار شبکه های ارتباطیشان در داخل افغانستان متاسفانه بسیار پیچیده است، و برای یک کار ضربتی مشترک نیروهای امنیتی و مردم افغانستان کار است. اما طالبان در واکنش به هشدارهای کابل و واشنگتن گفتند که نبردشان را تا زمان ادامه خواهند داد که حتی یک سرباز آمریکایی در افغانستان حضور داشته باشد.